با درود خدمت همه بینندگان و جناب سربی، اجازه می‌خواهم با اشاره به برنامه طولانی که در آینده به خواست خدا با شما خواهم داشت و درباره مغز انسان خواهد بود، امشب از این مغز انسان که بحثش بسیار زیاد و طولانی است فقط بخشی را گویم که درباره پیدایش تضادها و اختلافها در یک وقت در مغز یک فرد است. بسیار جالبتر خواهد بود که بینندگان به این بحث که عمومی است بپیوندند و این بنده نادان را دانش دهند. این را تعارف نمی کنم ها، بلکه از صمیم دل میگم. هر کسی فکر می کند که بر مغزش تسلط کامل دارد. اگر این طور است چرا همه انسان ها به راحتی میگن یادم رفت یا یادم نیست؟ خب ما که اینقدر بر مغزمان تسلط داریم چرا اجازه میدیم یادمون بره؟ چرا کنترل از یاد رفتن؟ چرا کنترل از یاد رفتن یعنی یکی از فعالیت‌های مغز در دست ما نیست؟ آیا تمام فعالیت‌های مغز در دست ما نیست؟ آیا این سؤال‌ها اشتباه و یا بیجاست؟ در یوتیوب فیلم‌های زیادی هست که با افراد در خیابان و یا حتی در استودیو مصاحبه شده و این اشخاص دریوری گفتند. اما در نظر خیش تصور میکنند بسیار زیبا و به اندیشه سخن بیان کرده اند. اگر انسان بر مغزش تسلط دارد چرا دیوانه درک نمی کند که دیوانه است؟ لطفا فکر کنید و بعد پاسخ دهید. آیا ممکن نیست من که سخن میگویم دیوانه باشم یا من هم دریوری میگویم؟ چرا ممکن است؟ این رأی گیرنده سخن در هنگامی است که گفتار مخالف آنچه در مغز شنونده انباشته شده بر زبان آورم. این اساس که اگر من سخنی گفتم و شما در مغزتون پایه‌ای برایش نبود، موجب می شود که شما شنونده فوراً آن را رد کنید و مورد قبول ندانید. مثال یک، وقتی پاستور میکروب را کشف کرد همه او را مسخره کردند. مثال دو، همانطور که قبلا هم اشاره کرده ام علمای بزرگ دین در این زمان وجود دارند که تا هنوز کره بودن زمین را انکار و صاحبان این رأی را کافر می دانند. مثال سه، وقتی دو چرخه آمد سواران بر آن را فرزندان جن و برخی کافر دانستند که در دینها آمدنشان را ظهور آخر زمان پیش بینی کردند. در یوتیوب فیلمی هست که یک آخوند با لباس عربی بر تن و بر سر در شهر قم روی موتورسیکلت نشسته و دستش را از فرمان برداشته. ایشان اگر رأی بزرگانشان را که هر روز به رخ ما میکشند فراموش کردند، ما فراموش نکرده ایم که چگونه موجب عقب افتادگی ملت ها شدند. آقایان که در تماس بودن با خدا اجازه شک کردن به ما نمیدهند، تمام اختراعها و اکتشافها را یکی بعد از دیگری کفر و مخالف دین و شرع فتوا دادند. همه تلویزیون را حرام دانستند. الان هر شب در آن ظاهر میشوند و پشم شیشه اش کردند. این وضع تا حال به شکلها و درجه های گوناگون ادامه دارد. اجازه بدهید به موضوع تضادهای مغزی بازگردم و یک مثال زنده را بررسی کنیم و بعد نتیجه گیری و داوری را بر عهده شما بگذارم. در ایران امروز اغلب نامها عربی و حروف نوشتن عربی است، اما نوشتن شماره ها یا اعداد را از متن هندی گرفتند. رهبران مذهبی و دینی که معصوم شناخته شده و از این جهان رفته اند همه عربند. رهبران کنونی راست یا دروغ عرب بودنشان را مورد افتخار و ستایش دانستند و از ما امتیاز میگیرند. حتی ملکه سابق هم خود را نوه عرب ها معرفی میکند تا اصالت خیش را به ما بقبولاند. جهت ثواب و آمرزش برای عرب ها سینه زنی و زنجیر به پشت و قمه بر پیشانی میزنیم و سر میزنیم و آرزوی دیدارشان و زیارت آرامگاه این عرب ها را داریم. تمام مراسم خار بودن و ذلیل نشان دادن خیش را برای زیارت این امامان و امامزاده ها بر
خود بار میکنیم. وقتی باز میگردیم تصور پاکی روان و بدن نموده، هر روز عادت جدیدی را برای بزرگ نمودن این عرب ها کشف و اختراع کرده و به اجرا در میآوریم. تمام کسانی که ناخودآگاه احترامشان میگذاریم و هر گونه دخالت در کارها و ایده هایمان را از طرف آنان صحیح میدانیم و در همراهیشان با ما مانند اجرای عقد و حکم دستور شرعی و روابط خصوصی با آفریدگار بدون هیچ اعتراضی خم شده و رأیشان را بدون چون و چرا میپذیریم. همشان لباس عربی بر تن و بر سر دارند. روزمان را با خواندن آیه های عربی آغاز میکنیم بدون اینکه معنی عبارات و آیه ها را بدانیم و یا از توتی وار سخن گفتن خود تصوری در ذهنمان پیدا شود. جهت منطق تراشیدن و دلیل دادن به گفتارهایمان آیه ها و حدیث و روایت های عربی ترجمه شده از عربی عرب ها را نقل می کنیم. بیش از 5000 کلمه عربی را روزانه برای فارسی زبانان و در زبان فارسی هنگام سخن گفتن بر زبان می آوریم. اصل و پایه شعر فارسی یعنی ثروت ادبی ما بر وزن قواعد نحو و صرف عربی است. آیا فعل فعالان فعولون را فراموش کرده اید؟ آخر سر از عرب ها اظهار تنفر می کنیم. خود را از عرب ها بهتر دانسته و بر عرب ها ایراد می گیریم. این کوچک شمردن دیگران و رقیبان و حتی دشمنان یک ایده ایست که به هدف احساس برتری پوش در مغز تمام انسان ها بر روی زمین کاشته شده. تمام ملت ها خود را برتر می دانند و فقط در حال یک پتک خوردن سخت و سنگین بر مغز با تغییر اوضاع زمان ممکن است این طرز اندیشه تغییر یابد. با این همه و بعد از سالها فرار از میهن خیش و زندگی در غربت، هنوز معیار اصلی سنجش همان معیارهای قدیمی کشورمان است. این ادعایم را آنان که در خارج زندگی میکنند بهتر تجربه کردند. خواهش میکنم به این پدیده ادعای من فکر کرده و روشنم کنند. اینکه انسان معیارهای انباشته شده در مغزش را پایه تشخیص و حکم صادر کردن قرار می‌دهد، یکی از مصیبت‌های اندیشه انسانی و نفهمی بسیار زیار آوری است که فردا را از درک و فهم امور و واقعیت دور می‌کند. مانند ملا نصرالدین که همه چیز را بر اساس اولاغش حکم می‌کرد. مقصودم را توضیح می‌دهم. هنوز مسئله را بررسی نکرده و نفهمیده فوراً بر اساس درک محدود خیش حکم صادر می کنیم. قبل از مدتی در وسایل ارتباط جمعی افرادی سخن گفته و تنفر خیش را از بقیه ملت ها اظهار داشتند. سپس این افراد را معاینه DNN کردند. پیدا شد که این مدعیان در وجودشان خون و کالبد همان ملیت هایی است که از آنها اظهار تنفر کرده اند و هیچ کدام یک نژاد پاک به خصوص ندارند. حالا اجازه دهید ببینیم ایرانی کیست. کدام ایرانی میتواند ادعا کند که خونش پاک و اصلش به هخامنشیان باز میگردد و ما در این دنیای قاطی پاتی شده چه جنسی داریم؟ فلات ایران گذرگاه تمام نیروهایی بوده که از شرق به غرب و برعکس مهاجرت و یا جنگ کردند. وقتی تاریخ این جنگ ها و سفرها را میخوانیم در میابیم که از قدیم تا حال دستگاه تناسلی مردها یکی از سلاح‌های جنگی بوده. آیا بخشی از تجاوزهای ارتش آمریکا به زنان عراقی را در دهه پیش که برملا شده نشنیده اید؟ آیا نشنیده اید که اغلب نظامیان زن آمریکایی توسط مردان نظامی با درجه های بالاتر مورد تجاوز قرار گرفتند؟ این در زمان ما، قرن 21، دوران تمدن بزرگ، تجاوز بر هممیهنان آمریکایی و ادعاگران حقوق انسان رخ داده. آنچه در تاریخ اتفاق افتاده چگونه بوده؟ شخصا فکر میکردم که ارتش اسرائیل مستثنی است. علت همانا تبلیغاتی بود که در آن ادعاهای برتر و مختلف بودن میکردن. در مغز خود تصوری داشتم که در کشورگشایی های اسرائیل به زنان در کشورهای اشغال شده تجاوز نمیشود و آنان این جنایت را نکردن. دلیل این نتیجه گیری را هم وجود سربازان زن در میان مردان میپنداشتم. یادآوری میکنم که زنان سرباز اسرائیلی و کارمند از سوی هممیهنانشان مانند تمام دنیا و تاریخش مورد تجاوز قرار گرفتند
رئیس جمهور پیشین اسرائیل به این جرم در زندان است. وقتی سربازان اسرائیلی در جنگ سال 1967 غزه و کرانه غربی و جولان و صحرای سینا را اشغال کردند، مانند تمام نظامیان تاریخ این کره بر زنان بسیاری تجاوز کردند. نویسندگان مصری بعد از درگذشت جمال عبدالناصر این موضوع را نوشتند. یکی از آنان مرحوم احسان عبدالقدوس بود که در جهان عرب به علت رمان نویسی و استفاده از کارهایش در تهیه سناریوهای فیلم‌های بسیار مشهور است. سردبیر روزنامه‌های گوناگون و فرزند خانم روزل یوسف، روزنامه‌نگار معروف اوایل قرن 20 است. آقای عبدالقدوس این موضوع را نوشته. او فاش کرد که در همان موقع از این جنایت‌ها و تجاوزهای جنسی اسرائیل علیه زنان عرب با خبر شدیم. اما بنا به دستور شخصی جمال عبدالناصر از نوشتن و کشف این تجاوزها منع گشتیم. علت را شاید هدف رئیس جمهور مصر به منظور عدم تحریک بیشتر مردم در آن زمان معین میباید جستجو کرد. حالا شما به من نادان بفهمانید. آیا این همه نظامیان که در فلات ایران کشتند و بردند و خوردند، آیا اینان به زنان ایرانی تجاوز نکردند؟ آیا قبلا زنان ایرانی از قرص‌های ضد حاملگی و یا نظامیان خارجی از کندوم استفاده می‌کردند؟ آیا نمی‌شود فرض کرد که کمتر از نیمی از آن زنان حامله شده و نسل تجاوزگر در وجود یکایک ملت به دنیا آمده و امکانش هست که ما نوه‌هایشان باشیم؟ آیا ممکن نیست کسانی که در مناطق اشغال شده کنونی کرانه شرقی و غزه فلسطین با اسرائیلی ها می جنگند و خود را مبارز می دانند پدرانشان اسرائیلی نباشند؟ مسلمانان در طی تاریخ تجاوز بر اسیران را حق شرعی خود می دانستند. آیا ممکن است نظامیان اسرائیل خون عرب در رگهایشان باشد و دانسته یا ندانسته نیاکانشان را ستم می دهند و می کشند و آن را وظیفه دینی و ملی خود میپندارند؟ این تضادهای فکر را که در مغزمان رخنه کرده چگونه و چه وقت درک میکنیم؟ از نقطه نظر روانشناسی اجتماعی، هر فردی که در گذشته سیر میکند و افتخار خود را در نیاکان میداند و دیگران را خرد و پست میشمارد بی ارزه است و ناتوان، از ساختن آینده عاجز است. جهت پوشش بر این سستی و ناتوانی گذشته خود را بزرگ کرده و به رخ دیگران می کشد. گیرم پدرانمان بودند همه فاضل، از فضلشان امروز ما را چه حاصل؟ با پوزش از تغییر در متن این بیت شعر. بیایید دست به دست هم داده و با فکر کردن آدم بشیم. بیایید برای بهتر بودن فردا و برای تمام انسانها فعالیت کنیم. بیایید از بردکشی و گله راندن مردم که ارث برده ایم و مورد افتخار می دانیم دوری گزینیم. بیایید اعتراف کنید که عقلمان مانند تمام دستگاه های دیگر این بدن در اختیارمان نیست. همانطور که نمی توانیم معده من را به وظایفش مجبور و یا سست کنیم، یا فعالیت‌های شش را تغییر دهیم و یا قلبمان را طوری دیگر به تپش درآوریم، بیایید و اعتراف کنیم که عقلمان در دست خودمان نیست و فقط با باز کردن گوش و شنیدن و مشاوره با دیگران و دانش‌پژوهی می‌توانیم راه بهتری را بیابیم. بیایید خود را بهتر بشناسیم. آری، به کوروش و اسکندر و چرچیل و دگل و بن‌گوریون افتخار نکنیم. لحظه در خیال تصور کنیم. مثلا اگر اهل بابل بودیم و کوروش به ما حمله می کرد و تمدن ما را می رو بود و فرزندانمون را به اسارت و دخترانمون را به کنیزی می گرفت و سربازانش به مادران و خواهران ما تجاوز می کردن، بر این بزرگ رهبر و شاه و فرمانده که آرام بودن خوابش را در برابر دنیا خواستیم، چون ما برتریم و مثل اینکه پدر بزرگمان بیگناه بوده و معصوم در گذشته، آری ما بابلی ها نسبت به او چگونه حکمی صادر می کردیم؟ بیایید به جای کوشش در کوچک کردن دیگران و بزرگ خواندن جنایتکاران جنگی، این معیارهای تو خالی و افتخار بیهوده همراه با سرپوشی بر اشتباهات و ستمهای نیاکان را کنار گذاریم و به فکر آدمیت باشیم، صفتی که به دست آوردنش بسیار بسیار دشوار است
و غیر ممکن. منتظر خواندن و شنیدن رأی همه شما هستم. جناب آقای سوربی، لطفاً تقاضای این بنده را برآورده سازید و اداره کنید. از همه سپاسگزارم.